بازی لیمبو توی دنیای خیالی جا گرفته و با یه تم تیره و سیاه و سفید تصویرسازی شده که همه اینا ابهام و گنگ بودن خاصی به داستان بازی میده، موضوعی که برای ویدیوی امروز در نظر گرفتیم. سلام رفقا، من محمد امین از فارسی گیم تیوی هستم و از الان بگم که این ویدیو اسپویلر داره. با همه اینا میریم که ویدیو رو شروع کنیم. قبل از دیدن ویدیو یادتون نره لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. در اینستاگرام هم مطالب متفاوتی میذاریم، پس اونم فالو کنید. حالا بریم سراغ ویدیو. مقدمه. در اول بازی یه پسر بینام با چشمان سفید نورانی توی یک جنگل بیدار میشه که دور اونو کارخونه و شهر پر کرده و اون به سفر طولانی و خطرناکی میره تا بتونه خواهرشو پیدا کنه و داستان بازی یکم گنگ و مبهمه، همونطور که سازنده های بازی رسما اعلام کردن. ولی وقتی هر دوتا بازی که سازنده ها ساختن و بازی میکنیم یکم اوضاع شفافتر میشه و در کل وقتی بازی اینساید و لیمبو رو بازی کردم تونستم به یه دید اجمالی در مورد کل موضوع برسم که سعی میکنم توی این ویدیو بهش بپردازم و صد البته که در مورد تئوری های دیگه‌ای که در مورد این بازی گفته شده میپردازیم. و از اونجایی که به نظرم این دوتا بازی خیلی به هم شبیهن، سعی میکنم که یه ویدیوی دیگه در مورد بازی اینسایدم بسازم و توی اون کلن داستان این دوتا بازی رو بررسی کنم و به طور کامل تعاطوی این بازی ها رو در بیارم. بالاخره این دوتا بازی نمیتونن به هم مربوط نباشن چون سازنده هاشون یکی هستن و حتی موضوعی که توی این دوتا بازی بهشون برمیخوریم یکیه و برای همینم به احتمال بالا میتونیم از هر دوتا این بازی ها به نتیجه کلی در موردشون برسیم. داستان اصلی. خب اول بازی با یه پسری مواجه میشیم که توی یک جنگل بیهوش افتاده بود و بعد از اینکه به هوش میاد میتونیم چشمهای سفید نورانیشو ببینیم که نسبت به همه کاراکترهای دیگه که توی بازی میبینیم فرق داره و بعد از اینکه اون به هوش میاد خودشو توی یک دنیای سیاه و سفید میبینه که یه جورای این سیگنالو میده که دنیایی که این پسر توش به هوش اومده یه دنیای ساختگیه و با نورافکنهای مختلف نوررسانی شده و این نور مصنوعی حالت سیاه و سفید به بازی داده. در طول این نقشه شخصیت اصلی بازی ما از تنگناهای توی بازی عبور میکنه و خودشو توی شرایط خطرناک قرار میده تا بتونه خودشو به خواهرش برسونه. وقتی اون به هوش میاد به نظر هیچ خاطره و یا هیچ چیزی از گذشته به یاد نمیاره و تقریبا میشه گفت هیچ ایده‌ای نداره که چه چیزی در آینده انتظارشون میکشه و فقط توی دنیای عجیب به حال خودش رها شده و مثل همه شاهدها و بیننده های بازی فقط داره توی دنیای لیمبو میچرخه. اون اولش به تله‌ها و معماهایی میرسه که خیلی ساده میتونه حلشون کنه و هرچی بیشتر میره این معماها و تله‌ها سخت‌تر و سخت‌تر میشن که اینطور به نظر میرسه که اونا به صورت عمدی توی مسیر پسر قرار داده شده بودن که اراده پسر رو چک کنن. ولی در هر صورت بی‌تفاوت از اینکه معما چقدر سخت باشه، به نظر همیشه راه و وسایلی هستن که بشه ازشون استفاده کرد که شخصیت اصلی داستان ما بتونه باهاش اون معماها رو حل کنه و این موضوع این ایده رو میده که انگار اونا هم به صورت عمدی توی فضای حل مسئله قرار داده شده بودن که یه حالت مصنوعی مانند به اتفاقات میده، جوری که انگار یکی اونا رو فقط گذاشته که پسره از اونا رد بشه، درست مثل اون قایقی که وسط بازی قرار داده شده بود که پسره بتونه خودشو به یه ور دیگه دریاچه برسونه. ولی مسئله اینه که انگار این مسیر طراحی شده بود که پسره به قایق برسه و به اون ور دریاچه بره. و یا میتونیم به این یکی مورد اشاره کنیم که توش پسره برای اینکه بتونه به یه صخره برسه و از اون رد بشه باید از یه تنابی که یه جسد بهش وصله بالا بره، ولی به دلیل سنگینی جسد نمیتونه این کارو بکنه و درست یکم اونورتر تله خرس پیدا میکنه، از اونا که وقتی طرف پاش روش میذاره دوتا تیغه دندونه دار با فنری که آزاد شده با سرعت به سمت هم میرن تا پای طرفو قطع کنن و بعد با استفاده از اون میتونه خودشو به بالای صخره برسونه. بعد از این داستانا میبینیم که توی فضا و مسیری که پسر قرار طی کنه آدمای دیگه هم هستن که کاراکتر اصلی دیر یا زود باهاشون مواجه میشه و یکم بعد از اینکه از اون صخره عبور میکنیم با یه عنکبوت بزرگ روبرو میشیم که به صورت عجیبی دنبالمون نمیکنه و اصلا کاری هم بهمون نداره و فقط نمیذاره از یه مسیر دروازه مانن رد بشیم و به نظر فقط یه خطر جزئی در ابتدای مواجهمون داره. ولی در هر صورت وقتی نزدیکش میشیم میبینیم که به سرعت واکنش میده و به حالت حمله مانند میخواد با پاهاش شکارمون کنه و بعدش میتونیم یه تله خرس دیگه پیدا کنیم که ازش استفاده میکنیم تا به عنکبوت صدمه بزنیم و باعث بشیم که اون از سر راهمون بره کنار تا نهایتاً از اون بخش از مسیر عبور کنیم. بعد از اینکه از اون گذرگاه عبور میکنیم وارد یه جایی میشیم که انگار پر شده از تارهای عنکبوت که باعث میشه توی اونا گیر کنیم. وقتی به دور اطرافمون نگاه میکنیم میبینیم که عنکبوت‌های کوچیک دیگه هم توی این تله گیر کرده بودن که انگار اونا شبیه تومه قرار داده شده بودن.
بعد از اینکه حسابی توی تله گیر میکنیم میبینیم که عنکبوت دوباره میاد و ما رو بر میداره و توی تار عنکبوت میپیچه و بعدش ما رو توی بخشی از تار عنکبوتاش انبار میکنه که بعدن به عنوان قضا دوباره بیاد سراغمون، که این به پسره این امکان رو میده تا خودشو از توی اون تارهای عنکبوت خلاص کنه و در حالی که هنوز تار پیچه با پریدن بتونه از دست این عنکبوت فرار کنه و بعدش سعی میکنه که از شر اون تارهای عنکبوتی که توش پیچیده شده بود خلاص بشه و بعد از اینکه از اونها خلاص میشه ادامه مسیرش رو طی میکنه و به یه عروسک پارچه‌ای میرسه که به عنوان یه تله به طناب وصل شده بود و بعد از اینکه پسر خودش رو توی چاله میبینه سعی میکنه پیش بره و به یه جایی از جنگل میرسه که توش درختا رو قطع کرده بودن و برای اینکه ادامه مسیرش رو پیش بره باید از روی اون درختا میپرید. وقتی داره از روی اونا میپره میتونید اجساد آدمهای دیگه‌ای که وقتی که میخواستن از این جنگل رد بشن ولی گیر درخت افتادن و یا به خاطر اینکه نتونستن درست بپرن یهو تیکای درخت وارد بدنشون شده و این باعث شده که همونجا بمیرن رو توی پس زمینه و در دوردست‌ها ببینید. اینکه این اجساد توی پس زمینه نشون داده میشن این معنی رو میده که کاراکتر اصلی این داستان تنها نفری نبوده که میخواسته از این مسیر عبور کنه و بعدها میبینیم که همه اون بچه‌هایی که وارد این دنیا شدن فقط و تنها قربانی نبودن. همونطور که وقتی پسر جلوتر میره به یه تله دیگه میرسه که خیلی شبیه پاهای اون عنکبوت بزرگی بود که باش روبرو شده بود، که در اون ور تله یه پسر دیگه داره اونو کنترل میکنه و وقتی که پسر بینام از این تله عبور میکنه اون پسری که داشت این تله رو کنترل میکرد از ترس فرار میکنه و اینجا به نظر میرسه بچه‌ها و کاراکترهای دیگه‌ای که تو این دنیا می‌بینیم از کاراکتر اصلی بازی فراری هستن و انگار ازش می‌ترسن و اونو عامل خطر می‌دونن و یا شاید هم فکر می‌کنن که اگه این پسر بینام به جمع اونا بپیونده اونا دیگه در امان نیستن و به نظر میاد این واکنش شاید نسبت به چیزیه که اون وارد این دنیا کرده باشه و یا شاید نسبت به هر چیز و یا هر مورد آزمایشی دیگه هم همین واکنش‌ها رو نشون میده که به زبان ساده به همه بچه‌های غریبه این واکنش رو نشون میدن و صاف بعدش پسره با موانع دیگه ای روبرو میشه، ولی این بار بیشتر خطرناکه. این بار همون پسری که تله عنکبوتی رو کنترل میکرد با یه پسر دیگه که از نظر جوسه کوچیکتر میزد به سمت کاراکتر اصلی داستان تایر و چیزهای دیگه که آتیش گرفته بود و پرتاب میکردن، که اینا باعث میشد که مانع دیگه سر راه پسر قرار بگیره که به مراتب خطرناکتر و سختتر بود. به نظر در نگاه اول مواجهه پسر بینام با یه تله ساده مثل پاهای اون عنکبوت فقط برای این بود که اون بترسه و بیشتر از این جلو نره، ولی وقتی جلوتر میره اون بچه‌ها خطر بیشتری احساس میکنن و به صورت جدیتر بهش حمله میکنن و سعی میکنن به روش‌های مختلف اونو بکشن. ولی در بین همه این جریانات و گذشتن از همه این تله‌ها پسر بینام پسرهای دیگه‌ای میبینه که چشمای سفید و درخشان دارن و در کنار اونا بچه‌های دیگه‌ای رو می‌بینه که از زندگی تو این دنیای هزار تو مانند خسته شدن و دست به خودکشی زدن و البته بعضی‌های دیگه هم می‌بینه که توسط تله‌ها کشته شدن، که این فکر رو به ذهن آدم می‌رسونه که شاید سر قضا یا چیزای دیگه بقیه اونا رو کشتن. در کنار اینا می‌تونیم خونه‌های درختی دیگه‌ای هم ببینیم که توشون یه تایر رو با یه تناب وصل کردن که باهاش تاب ساختن، شبیه همون خونه درختی که دیر یا زود این کاراکتر بهش می‌رسه که نشون می‌ده متعلق به اون و خواهرشه. به نظر میاد این دنیا یه واقعیت تلخ و تاریک از دنیاییه که توش بچه‌ها رو برای تست استفاده می‌کنن و مجموعه این بچه‌ها که نتونستن تست رو تکمیل کنن یه جامعه توی همین دنیای تاریک ساختن و توش خونه درختی و سایر چیزها رو به وجود آوردن. البته شاید هم بهشون این خونه‌های درختی رو دادن و می‌خواستن ببینن که با اونا چیکار می‌کنن و بعدها بعضی‌هاشون از این اوضاع خسته شدن و خودکشی کردن و بعضی دیگه هم از وسایل مختلف استفاده کردن تا از خودشون محافظت کنن، که بعداً بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. وقتی پسر بینام جلوتر میره اون عنکبوت غول‌پیکری که قبلاً باهاش مواجه شده بود میفته دنبالش و وقتی اون داره ازش فرار می‌کنه می‌بینه که هر بچه و یا هر چیزی که سر راهش قرار می‌گیره رو می‌کشه و بعدش اون به جایی می‌رسه که وسایل و اسباب لازم برای کشتن عنکبوتو پیدا می‌کنه و برای همینم اون با ساختن یه تله و استفاده از یه گلوله بزرگ یا یه جسم کروی شکل بزرگ میتونه اون عنکبوت رو نابود کنه. و بخش جالب داستان اینه که این اسباب دقیقاً همون جایی بودن که نیاز بوده و پسرک با شکستن یه چوب میتونه خیلی راحت اونو فعال کنه و باهاش عنکبوت رو بکشه، که این داد میزنه دنیایی که پسرک بینام داره توش پیش میره به صورت مصنوعی به وجود اومده و با دنیای واقعی که هیچ چیز برنامه‌ریزی شده نیست ارتباطی نداره. ولی در هر صورت نمیتونیم توانایی و قابلیت خارق‌العاده‌ای که پسره توی حل مسائل و مشکلات نشون میده رو نادیده بگیریم، چه در مواجهه با بچه‌های دیگه و یا چه در مواجهه با اون عنکبوت غول‌پیکر. وقتی کاراکتر پسر بینام جلوتر میره میتونه قفس‌هایی ببینه که آویزون بین زمین و هوا گیر کردن،
که توی یکیشون میتونه جسد بچه رو ببینه که به نظر قربانی وحشیگری های بچه های دیگه شده. بعدن وقتی جلوتر میره میتونه اون پسر کوچیکتری که داشت به اون پسر بزرگ کمک میکرده که از شر ما خلاص بشه رو ببینیم که روی سرش انگل داره مغز اون رو کنترل میکنه و داره اون رو به سمت آب و دریاچه میبره و در نهایت میبینه که اون خودش رو توی آب غرق میکنه. با این حال پسر بینام به رغم همه این اتفاقات سعی میکنه که توی این هزار تویی که توش گیر افتاده بیشتر پیش بره و بعدها با یه تله روبرو میشه که اون پسر بلنده طراحیش کرده بود و برای اینکه بتونه ازش رد بشه از یکی از جسدهایی که سر راهش بود استفاده میکنه تا بتونه ازش رد بشه که نشون میده هیچ احساس و یا هیچ اهمیتی به جسدهایی که سر راهش میبینه نمیده، انگار یه چیز عادی و معمولی هن. و بعدش با سه تا بچه دیگه روبرو میشه که از دارتهای سمی استفاده میکنن تا بچه‌های دیگه رو بکشن که همین الانش هم سر راهشون یه بچه دیگه رو کشته بودن و میتونیم توی پس‌زمینه جسد اون رو ببینیم و بالای اون هم یه جسد دیگر رو میبینیم که توی یه تله گیر کرده بود و بر اثر گرسنگی مرده بود. بعد از اینکه اونا میافتن دنبال پسر بینام و پسر بینام هم اونا رو به تله های مکانیکی پسر بلنده میندازه، به راهش ادامه میده تا به یه کارخونه مانندی میرسه که ناچار واردش میشه تا بتونه به پایان راهش برسه. توی اون کارخونه میتونیم چیزای مختلف مثل سبدها و گاریهای مختلف، نردبونها، چرخ‌دنده‌ها، اره‌های دنده‌ای و کلی چیزهای دیگه ببینیم. ولی توی این مکان نمیتونیم بچه دیگه ای رو پیدا کنیم و توی بازی هم میبینیم که اکثرا نهایتاً تونستن به این کارخونه نزدیک بشن و شاید دلیل اینکه نتونستن به این کارخونه برسن بچه‌های دیگه ای بودن که سر راهشون منتظرشون میموندن و اونا رو با تله‌گذاری و کارهای دیگه میکشتن که دوباره بعداً بهش میپردازیم. جلوتر میبینیم که پسره برای اولین بار انگلی که آدمو کنترل میکنه رو تجربه میکنه که باعث میشه کنترلش رو روی بدنش از دست بده و دیگه نمیتونه جهتیابی و شنواییش رو کنترل کنه و یواش یواش اون انگل داره از جمجمه میگذره و خودش رو به مغز میرسونه. این انگل ها نسبت به نور حساسن چون اونا رو میسوزونه و زمانی که میزبانشون زیر آفتاب میره جهت حرکتش رو به سمت سایه تغییر میده. بعد از یه مدت پسره به کمک یه جعبه خودشو به سمت موجوداتی میبره که میتونن اون انگل رو از روی سرش بخورن و اونو از جنگل جدا کنن که این باعث میشه پسر بینام دوباره کنترل بدنشو توی دست خودش بگیره و بتونه با خیال راحت بدنشو کنترل کنه. جلوتر پسر بینام یه موجود سگمانن پیدا میکنه که میتونه با گول زدنش اونو وارد یه چرخ همستر کنه که با چرخیدنش میتونه انرژی لازم برای به حرکت درآوردن و به کار انداختن ماشین بارونسازو تامین کنه. و بعد از اینکه اون دستگاه شروع به کار میکنه بارون میباره که یه بار دیگه بهمون اثبات میکنه که بینام توی یک سیستم آزمایشی گیر افتاده و توی دنیای واقعی نیستش. اونجاییه که احتمالاً توسط یه سازمان بزرگ ساخته شده. ولی در کنار ساختگی بودن دنیایی که پسر بینام داره توی سفر میکنه، اکثر دستگاهایی که اون باش کار میکنه خیلی منطقی کار میکنن. هرچند شاید توی دنیای واقعی نتونیم مثلشو پیدا کنیم، ولی در هر صورت با منطق ناسازگاری نداره. توی ادامه مسیر پسر بینام با پازل‌های پیچیده دیگه روبرو میشه که میتونه به وسیله دستگاه بارونساز اونا رو حل کنه و در نهایت به یه جای جدید میرسه. اون به روی سقف‌ها توی یه شهر به نظر خرابه میرسه. توی ادامه مسیرش به یه تابلو برق الکتریکی با لامپ‌های نئونی میرسه که انگار سیم‌های برقش به صورت خطرناکی از این تابلو آویزونن که یه بار دیگه پسر بینام رو در معرض خطر میذاره. بعد از اینکه از جاهای مختلف بازی میگذره و به یه سقف گلخانه‌ای میرسه و واردش میشه، یه ماکت مانند از یه شهر رو میبینه که توش سقف‌ها کاشیکاری و قیراندود شدن که توی مناطق روستایی بیشتر میتونیم ببینیمشون و در کنار اونا یه ساختمون مدرن شبیه گالری و نمایشگاه هم میتونیم ببینیم که به نظر نمیاد که این ساختمون با سایر ساختمون‌های کاشیکاری شده قدیمی به یک منطقه تعلق داشته باشن و حتی وقتی جلوتر میریم چیزهای عجیب‌تر و معماهای خطرناک‌تری میبینیم که نشون میدن که همه اینا فقط یک ماکت ساختگی از دنیای واقعی اون بیرون هستن. دنیای واقعی که قبلا توی لیمبو و اینسایت وجود داشتن که الان دستکاری شده و این پسر بینام یا موش آزمایشگاهی توی این دنیا رها شده تا مهارتاشو چک کنن که چجوری در کنار بچه‌های دیگه دووم میاره. با جلوتر رفتن پسر با چیزایی مواجه میشه که میتونن کلا ماهیت هزار تویی که توش گیر افتاده رو عوض کنن که بهش اینو بیش از پیش نشون میده که کل دنیایی که توشه در واقع مصنوعیه و برنامه‌ریزی شده تا توش پر از تله و پازل باشه تا بتونن اونو مورد آزمایش قرار بدن. و شاید اون بچه‌هایی که اون اول کار با دارت‌ها و طلای مختلف بقیه بچه‌ها رو می‌ترسوندن و یا می‌کشتن، داشتن سعی می‌کردن که از ورود بقیه بچه‌ها به این هزار تو جلوگیری کنن. چون این دستگاه‌ها می‌تونستن جهت جاذبه زمین و میزانش و خیلی حالات دیگر رو توی زمین عوض کنن که با تغییر دادن اونا ماهیت و کلیت دنیای بازی عوض می‌شد و میشه گفت تمامیت و کمال اونا از بین می‌برد.
و این مثل این بود که دنیا رو زیر سوال میبره و بقیه رو در معرض خطر میذاره و اونا رو هم وارد جریانات هزار تو میشرد. برای مثال اگه جاذبه جنگل یهو عوض میشد، شخصیت‌ها و کاراکترهای توی جنگل سقوط میکردن و میمردن و اون بچه‌هایی که بقیه رو شکار میکردن و میکشتن چنین چیزی رو نمیخواستن. ولی بازم باید بگم که این بازم یه فرضیه است و هنوز نمیتونیم با قطعیت بگیم داستان دقیقاً همینه. بعد از همه این سختی‌ها و طی کردن چنین مسیر طولانی، پسر بینام یا همون شخصیت اصلی داستان با یه دختر روبرو میشه که به نظر خواهرشه، که زیر یه خونه درختی نشسته و انگار داره یه چیزی یا یه کسی رو اون زیر دفن میکنه، که اینجا این احتمال داده میشه که اون چیز یا کسی که داره دفن میشه همون پسر بینام داستان ما هستش. توی بخشی از بازی که جدای از داستان بازی میشه، میبینیم که پسر بینام وارد دستگاه مکانیکی میشه که مدام جهت شتاب جاذبه توش به صورت دورانی عوض میشه و با این توصیفات وجود عنصری مثل خونه درختی و یه دختری که داره یه چیزی رو زیرش دفن میکنه زیاد به داستان و فضای بازی نمیخوره و جور در نمیاد. و با این حال تعداد زیادی بر این باورن که شخصیت پسر بینام داستان در واقع شخصیت ساختگی یا یه روحه که توی حالت برزخی وارد این دنیا شده، دنیایی که مرزیه برای جهنم یا در کل مرز بین بهشت و جهنمه. و زمانی که پسر سعی میکنه که به سمت خواهرش یا اون دختره بره، یوها از لوله‌ای که به نظر دستساز آدم باشه یه انگل میفته پایین و کنترل اونو به دست خودش میگیره و اونو برمیگردونه، که این احساسو به آدم میده که اونی که پشت همه این داستاناست و این دنیا رو کنترل میکنه نمیخواد پسره به این دختره برسه و باهاش ملاقات داشته باشه و یا باهاش صحبت کنه. شاید این کار باعث میشه که یه خاطره خیلی خاص که در اعماق ذهن پسر دفن شده به یادش بیاد و یا شاید به نیروی اراده و چشمای درخشان پسر مربوط باشه که اونو تا اینجا کشونده و نذاشته اون عقب بکشه. وقتی که پسر اون انگل رو زیر نور میبره و دوباره کنترل خودش رو به دست میگیره و بعدش تلاش میکنه که دوباره پیش خواهره بره، میبینه که همه چیز به هم ریخته و جاش یه خط تولید قرار داده شده و به نظر این میتونه طبیعت این هزار تو باشه که حالات و شکل همه چیز توی دنیا عوض میکنه. و شاید هم پسره داره تلاش میکنه که یه خاطره رو به یاد بیاره که متاسفانه وقتی که دقیقاً بیشتر از همیشه به جواب سوالاتش نزدیک شده بود، از یه لوله دستساز دقیقاً سر موقع انگل وارد داستان میشه و همه چیزو خراب میکنه. بعد از اینکه پسره از چند تا رگبار و اسلحه حساس به حرکت عبور میکنه، میتونه مرکز جاذبه رو عوض کنه و زمانی که وارد جنگل میشه میبینیم که درختها توی پس زمینه به صورت وارونه قرار گرفتن، که این موضوع به این اشاره میکنه که این دنیا میتونه خیلی راحت دستکاری بشه و همه چیزو توش میشه عوض کرد، که شامل شهرها، کارخونه ها و جنگل میشه، که همه اینا تحت تاثیر یه چیزی هستن. بعد از همه اینا پسر دوباره با علامت و تابلو هتل روبرو میشه، ولی این بار دنیای مرکز جاذبه دیگه داره و حروف تابلو هتل به هم ریخته است و سر جاشون نیستن، که این ایده رو به آدم میده که داره توی یک چرخه راه میره، توی یه هزار تویی که همینطوریش هم داره تغییر میکنه. و زمانی که پسر پیشتر میره دیگه جهت جاذبه سریعتر تغییر میکنه، تا جایی که اون یهو یه شیشه رو میشکونه و ازش میگذره که به نظر بخشی از نقشه بوده، چون به صورت مخصوص داره توسط یه نورافکن روشن میشه و انگار باید حتما توی اون نقطه میپریدیم. و بعد از شکستن اون وارد جنگل تاریک میشیم و اونجا دوباره از خواب میپریم، که این بار خیلی واقعی تر میزد که یه مرکز جاذبه واحد داره و یا حداقل پسر باید اینطوری باور میکرد. پسر بعد از بهوش اومدن زیر نور یه نورافکن بیدار میشه، ولی این بار انگار برخلاف دنیای قبلی که توش بود صدای نسیم میاد و علفا همشون به سمت وزش باد خم شدن، که این فکر رو به سر آدم میاره که پسر تونسته خودش رو از توی دنیای مصنوعی هزار توی قبلی بیرون بیاره و الان واقعا بیرون از اونه. توی این صحنه بین اولین جایی که پسر بیدار میشه و دومین جایی که بیدار میشه یه مقایسه انجام دادیم. نشون میده که بار دوم خیلی واقعی تره. توی جای اولی علف‌ها به هر وری که می‌خواستن خم می‌شدن و صدای بادم نمی‌اومد، یا اگه می‌اومد هیچ چیزی رو عوض نمی‌کرد، ولی توی جای دومی وقتی باد میاد همه علف‌ها به یه سمت خم میشن و صدای باد هم واقعی‌تر می‌زنه. وقتی توی این یکی دنیا مسیر رو ادامه میده، با همون صحنه‌ای که قبلاً دیده بود و خواهرش رو دیده بود مواجه میشه، یه دختری که یه چیزی یا یه کسی رو داره زیر خونه درختی دفن می‌کنه، ولی این بار هیچ لوله و یا هیچ چرخ‌دنده‌ای نیستش که بخواد نظر آدمو جلب کنه. و اونجا پسر آروم آروم به دختره نزدیک میشه و دختره هم حضور اونو احساس میکنه، ولی همون جایی که بود میشینه و نهایتاً بازی به یک پایان گنگ میرسه. خیلی ها اینطور فکر میکنن که چیزی که پسر تجربه کرد همون اتفاقات و توهمات برزخیه که معمولاً بعد از مرگ اینجور چیزا احساس میشه و همه اون تله‌ها و تصوراتی که در طول بازی باهاشون مواجه میشه در واقع ترس‌هایی بودن که توی زندگی واقعی داشته. و
بعضی هم اینطوری میگن که در واقع پسر مرده و یا حالا از خونه درختی افتاده و یا توی تصادف جونش از دست داده. در هر دو حالت دنبال خواهرش بوده و انگار باشه کاری داشته. البته اینم گفته میشه که اونا هر دوشون مردن، چون توی پس زمینه میبینیم که یه مش مگس دارن روی دوتا نقطه به خصوص پرواز میکنن. ولی همه این پایان ها تئوری های ما و فرضیه های ما رو رد نمی کنن و به اندازه این چیزهایی که گفتیم قابل استناد و اعتماد هستن و پیچیدگی و سردرگمی عمدی که توی بازی می بینیم زیر سر سازنده ها هستش تا برای همیشه جای این بحث رو باز بذارن که داستان واقعی این بازی چیه و کلا جریانش چه چیزی می تونه باشه و این فضا برای بحث های طولانی به وجود بیاد و باز باشه. بعد از اینکه بازی اینساید رو بازی میکنید که توسط همین سازنده ها ساخته شده و طراحی دنیای بازی به صورت نمای سه‌بعدی از یه دنیای عجیب دیگه است که توش مزامین مرگ، جنسیت گرایی، خوشسالی و قحطی و ازدیاد بیش از اندازه جمعیت به چشم میخوره. و از اونجا که میخوام یه ویدیوی دیگه و جدا برای بازی اینساید بذارم، برای همین این بار نمیخوام زیاد توی داستانش عمیق بشیم، ولی در کل داره نشون میده که چجوری یه سازمان مثبتگرا و بی‌طرف جمعیت رو در آزمایشاش کنترل میکنه که بیشتر به صورت کنترل ذهنه و گاهی اوقات هم تبدیل اونا به موجوداتی که قدرت‌های خاصی دارن انجام میدن، که دوباره این ایده رو نشون میده که این پسر بینام توی بازی فقط یه تست دیگه هستش تا بتونن اون رو ارزش‌گذاری کنن و مهارت و پشتکارش رو بسنجن و چشمای نورانیش تفاوت بین اون و سایر بچه‌هاست که چشمای درخشانی ندارن، که این خودش تا حدودی داره میگه که شاید این پسر خودش تحت تاثیر سازمانه و برای انجام کارهای اونا وارد این جریانات شده و شاید هم به این طریق علامت گذاری شده و اون بچه‌هایی که توی بازی برای اون تله میذاشتن و میخواستن اونو از بین ببرن شاید در مورد اون میدونستن و میدونستن که اون نتیجه آزمایش‌های سازمانه و اونا میخواستن با اون بجنگن تا نذارن سازمان به هدفی که میخواسته برسه. یا باقی بچه‌هایی که مرده بودن یا زندانی شده بودن همشون توسط گروه‌های مختلف بچه‌ها انجام شده بود و به نظر همه اون شخصیت‌ها و چیزای مشابه زیادی با کاراکتر اصلی بازی داشتن، برای همینم سر انجامشون به اینجا کشیده شده و شاید اونا هم چشمای نورانی داشتن و توسط سازمان کنترل می‌شدن. ولی در هر صورت انگیزه‌های سازمان همچنان ناشناخته است و اینکه چرا باید یه پسر بینامو وارد هزار تو بکنن. ولی یه احتمالم اینه که اونا می‌خواستن قدرت و توانایی‌های انسان‌های ساختگیشون رو بسنجن. آدم‌های ساختگی که مدام آزمایش میشن و توی شرایط مختلف گذاشته میشن تا از اونا سوپر هیومن‌های آدم‌های فراطبیعی ساخته بشن تا بتونن از پس چیزهای عجیب، سخت و خطرناک دنیای بیرون بر بیان. حالا چه چیز خاصی در مورد اون تصویری که پسر دید وجود داره؟ دختری که نشسته و داره یه چیزی رو دفن می‌کنه و یا دوتا قبری که چند تا مگس دارن بالا سرشون می‌چرخن. اینا چه چیز خاص و متفاوتی دارن؟ این تصاویر چه معنی توی خودشون جا میدن؟ خب باید بگم که جوابش میتونه چیزای متفاوت و مختلفی باشه و به عنوان یکی از احتمالات میتونه به خاطر این باشه که شاید سازمانشون میخواد هوشیاری و شخصیت یکی دیگر رو وارد بدن دیگران بکنه تا ازش استفاده کنه و شاید هم میخواد با ساختن خاطرات تقلبی و شسوشوی مغزی کنترل آدمهای مختلف رو به دست خودش بگیره. توی بازی اینساید خیلی از آدمایی که توی بازی میبینیم در واقع توسط سازمان دارن کنترل ذهنی میشن و این یه حالت ربات‌گونه به آدم‌ها داده و مشخص نیست که چه چیزی داره توی سرشون میچرخه و یا چه چیزی میبینن و یا وقتی دارن دستوراتو انجام میدن چه اتفاقاتی توی سرشون در حال انجامه. ولی احتمالش بالاست که سازمان داره با شسوشوی مغزی خاطراتی که مال اونا نیستن رو وارد مغزشون میکنه و با این کار سعی داره اونا رو کنترل کنه و پسر بینام از تمام چیزهایی که سر راهش بود گذشت و خطرش رو به جون خرید تا بتونه خودش رو به خواهرش برسونه. البته شاید خواهرش نباشه و فقط یه دختر باشه که خیلی مرموز وارد زندگی پسر شده باشه. شاید یه فاکتور قوی که میتونه اون تحت کنترل خودش در بیاره که در نهایت هم پسر بینام به این دختره میرسه و بعدش صفحه نمایش سیاه میشه و به نظر میرسه که بعد از اینکه اون دستورها رو انجام میده که اینجا رسیدن به اون دختره بوده، احتمالا خاموش میشه تا مأموریت دیگه پیش بیاد و دوباره اون رو روشنش کنن و با خاموش کردنش بهش این فرصت رو میدن که استراحت کنه و برای انجام دادن یه آزمایش دیگه و یا یه کار دیگه آماده بشه. توی بازی اینساید نتیجه نهایی کارهای شخصیت اصلی توی بازی به یه موجود ختم میشه که شبیه یه کندو و یه کلونیه که از مجموعه از آدم‌ها ساخته شده. هوشیاری و ذهن‌های مختلف به وجود اومده و این موجود میتونه ذهن بقیه رو کنترل کنه و به خودش جذب کنه و اونایی که بیرون بدنش هستن رو کنترل کنه. برای همین به نظر میرسه که اون سازمان تو فکر شسوشوی مغزی آدماست تا بتونه هوشیاری و آدم‌های مختلف رو کنترل کنه و شاید اون تصویری که از پسر بینام دیدیم که داشت به یه دختر و دو تا قبری که بالاشون چند
مرد و مگس میچرخیدن نزدیک میشد، میتونه یه خاطره یا یه واقعیتی باشه که پسر قبل از اینکه کنترل خودش از دست بده براش پیش اومده باشه و همه اینا برای قبل از این باشن که به یه بدن جدید انتقال یافته باشه و شاید اون خاطره هم یکی از خاطراتی باشه که سازمان برای کنترل اونا ازش استفاده میکنه تا اونا رو توی یک برزخ مانند قرار بدن تا بتونن اونا رو به راحتی کنترل کنن. شاید هم کلی نظریه دیگه وجود داشته باشه که بتونیم ازش برای توصیف این شرایط و صحنه استفاده کنیم. در آخر هم میتونیم بگیم که مطمئناً جایی که پسر توش قرار گرفته بود یه هزار تو بوده و یکی از دلایل‌های محکمش هم به خاطر طبیعت بسته‌ای بود که توش میدیدیم که حتی توش باد هم وجود خارجی نداشت و فقط یه صدای مبهم از اطرافمون دریافت می‌کردیم. در مقایسه بار دومی که پسره به هوش اومد و خودش رو توی جایی دید که باد می‌وزید و میتونه سبزه‌ها و علف‌ها رو به جهت‌های مختلف تکون بده و نیازی هم نیست به ماشین‌های مهندسی شده ای اشاره کنم که چیزهای مختلف توی اون دنیایی که پسره بینام داشت پیش می‌رفت کنترل می‌کردن، که حتی میتونستن جهت و حتی شدت شتاب جاذبه زمین رو عوض کنن یا جاهای دیگه‌ای که توی بازی می‌دیدیم، مثل زمین‌هایی که از آهنربا پر شده بودن و یا دستگاه ساخت بارون مصنوعی و کلی چیز دیگه و حتی خونه های روستایی که میتونستیم در کنار هتل و یه نمایشگاه گالری ببینیم که از یه طرف به کارخونه وصل بودن و از طرف دیگه به جنگل، که این حسو به آدم میده که انگار اونا به صورت مصنوعی کنار هم قرار داده شده بودن. و در کنار همه اینا اونجا هم معماها و تله هایی داشت که باید ازشون رد میشدیم و یا حلشون میکردیم، مثل استفاده کردن از بلوک ها برای اینکه بتونیم از خودمون در مقابل رگبارها محافظت کنیم و نردبان هایی که ازشون برای رسیدن به جاهای به خصوصی استفاده میکردیم و یا تله های دیگه‌ای که برای مثال میتونستیم ازشون برای کشتن عنکبوت و موجوداتی که دنبالمون میکردن استفاده کنیم و کلی چیزهای دیگه. انگار جواب هر معما و پازل رو کنارش قرار داده بودن و موجودات توی بازی هم جوری به نظر میرسن که انگار کنترلشون دست خودشون نیستش، مثل وقتی که عنکبوت به پسر چندین تا شانس میده تا فرار کنه و در واقع انگار میخواست اونو امتحان کنه. و زمانی که بعد از مرگش پاشو از بدنش جدا میکنیم، میبینیم که یک ماده سفید رنگ که شبیه رنگ همون انگلی که ذهن و مغز آدمو کنترل میکنه از توی بدنش میریزه بیرون و یا قارچ‌هایی که سر راه میدیدیم همین رنگ سفید درخشانو داشتن. و در آخر چیزی که خیلی این موضوع رو بهتر و شفافتر نشون میده، چشمای خود پسره هستش که درست همون رنگ با همون خصوصیات درخشان بودن رو دارن. و شاید راه حل این موضوع اینه که همه اینها از اون قارچ سرچشمه میگیره، که دانشمندان هم همین قابلیت رو داشتن که از اون قارچ‌ها استفاده کنن و ماده‌ای که توش بوده رو استخراج کنن و از اون استفاده کنن تا بتونن ذهن مردم رو کنترل کنن و موجودات مختلف دیگه‌ای رو بسازن. در کل به نظر میرسه همه جاهایی که پسر بینام روشون فرود میاد انگار برنامه ریزی شده و همیشه یه نور افکن داره به صورت اختصاصی به اون نقطه نور میتابونه و اونجا رو روشن میکنه. انگار اونو دقیقا توی جایی که انتظارشو داشتن میخوان زیر نظر داشته باشن و ببینن چه کارهایی توی بازی انجام میده و انگار دارن اونو آزمایش میکنن و دارن به نتیجه کاراشون نگاه میکنن، مشاهده کردن نمونه آزمایشگاهیشون، درست مثل بازی اینسایت. کل بازی توسط همین نورافکن ها به صورت مصنوعی نوردهی شده و هیچ جای بازی نمیتونیم خورشید یا منبع نور طبیعی دیگه ببینیم، ولی میتونیم آخرهای بازی چند تا منبع نور قوی رو پیدا کنیم. آخرهای بازی میتونیم نقطه هایی که نورافکن ها دارن بهش نور رسانی میکنن و توی جاهای مختلف ببینیم و میبینیم که ته بازی خواهر یا همون دختری که دنبالش بودیم هم زیر یکی از همین نورها نشسته، که خیلی شبیه پایان بازی اینسایده، که توش قبل از پایان بازی میبینیم که یک مدل از یه ساحل وجود داره و یه نورافکن داره به مدل کوچیک از اون موجود عجیب توی بازی نور میتابونه و بعدش هم که جلوتر میریم میبینیم اون موجود دقیقاً وارد همون شرایط میشه. و برای همینم هم میتونیم بگیم که به احتمال خیلی قوی لیمبو فقط یه هزار توی پر از معما و تله بوده که به هدف تست کردن مهارت‌های موجودات توش ساخته شده و اون پسر بینام فقط یکی از شرکت کنندگان آزمایشی بوده که سازمان داشته آزمایششون میکرده. قراره یه ویدیو جدا در مورد بازی اینساید هم بذارم که به نظرم توی همون فضایی که لیمبو توش قرار داره و در واقع رازهای بیشتر رو از این دوتا بازی برامون آشکار میکنه و توضیح بهتری برای اتفاقات توی بازی داره. البته ساختن اون ویدیو بستگی به حمایت شما داره. خب ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا در آینده ویدیوهای بیشتری تولید کنیم. تا ویدیو بعدی، روز و شب خوبی داشته باشید.